بشه مشم نسه به نسلی یخ دراسی بالان و مشم مراشا قهلت یق و بزرت تشم میدبرخ صفحه 385 یلغوت یوسف دو سیمان ترپب 682 علنیسیم در خنوکا. کسی که اشتباه کرد و گفت علنیسیم رو در عبودا یعنی در رتسه در مکانی که یله و یابوه، اگر یادش اومد در ادعا بر میگرده میگه سر جای خودش، چون چیزی که خخامیم تیقون کردن. مفهوم چی گفتیم ربوتای؟ یعنی یه نفر اشتباهن در مکانی که یعله بیابو نوشته علنیسیم خوند، خب بعد که میرسه سر جای خود علنیسیم دوباره باید بخونه، بعد دید نه او علنیسیم جا به جا خونده، خب سر جای خودش بخون. و اگه یادش نایمد بلکه تا آخر تفیلا بر نمیگرده که نیست هیچ گونه ترسی نظر افسق به اون چیزی که گفته شلو بیم قومو سر جای خودش نگفته. پس اگر لحشم تموم شد که نمیخواد علنیسیم برگرده، پس نمیخوندم نمیخواد برگرده، حالا اینجا که جا به جا خونده ترس افسق هم نیست. شماره تت میفرماید اگر اشتباه کرد در ایام خنوکا و گفت بیمه مردخای وستر، یعنی به جای که متتیا بیمه متتیا بگه بیمه استر گفت، بیمه مردخای وستر گفت، انجام وظیفه داده در تفیلا، نمیخواد دوباره تفیلا بخونه، فقط اون تیخونی که خخامیم گذاشتن که در خنوکا بگه انجام نداده، ولی که بگیم دوباره لخش بخونه لازم نیست. شماره یود میفرماید که ان لزر لدلک اجازه نداره که بیاد جا به اندازه نسخه علنیسیم رو در خنوکا و پوریم یا که مختصرش کنه، به خاطری که فرصت پیدا کنه قدیش یا نقدیشاخ رو جواب بده، که اون کسی که مشغوله به میسوا پاتور از میسوا، تا اگر اون میسوای دومم بزرگتره و مهمتره، همینطور دینه در شب روش خودش که یلوی آورو اجازه نداره که جا به اندازه به خاطر این که بتونه قدیش رو جواب بده در خاتمه لخش، و همینطور در تنیت جماعتی اننو نمیتونه ول کنه به خاطر این. شماره یود به ما یاد میده که اجازه نداره هنوکا پوریم علنیسیم جا بندازه، اننو توی تنیت جا بندازه، یا شب روش خودش یله بیا و جا بندازه، هیچ کدوم از اینا اجازه نداره. چیزی که خخامیم تعیین کردن بعد انجام بده، حالا میخواد قدی جواب بده نقدی چاخ جواب بده، تو مشغول به میسوا هستی، داره یله بیا و میخونی، داره علنیسیم میخونی، درستش همینه، حالا به نقدی شاخ نمیرسی، خب حالا دیگه چی کار میشه کرد، سعی کن که کمی جمع و جورتر و درستر بخونی، ولی بخوای جا بندازی اجازه نداری. یود آلف میفهمید همچنین در بیرکت آمازون خنوکا لازمه که علنیسیم بگه، در بیرکت آمازون در ایام خنوکا باید علنیسیم بخونه قبل از الهکولش ملوکن و نخن و مدیم لاخ، و اگه فراموش کرد بگه از زمانی که یاد نیبرد اسمش در خاتمه براخا بر میگرده، اگه اسمش ما برد دیگه بر نمیگرده. و خوبه که اگه فراموش کرد علنیسیم رو بخونه در بیکت همازون وسط آرخمان بگه آرخمان او یسه ایمان و نسیم نیفلاوت که موش یاسا لبوتن و بیامی ماهم بزمن نزیه بیمه متیتیا بینو خانان کوهنگادون شالون براخا به تو با، یعنی متن رو به این شکل و به این صورت بخونه. پس در نبارخ هم باید علنیسیم بگه قبل از الکل، و اگه فراموش کرد که علنیسیم رو جای خودش بخونه اسمش هم که آورد دیگه بر نمیگرده. کجا میخونه؟ تو آرخمان. با این متنی که میگیم، این متن رو این تو سیدو روادتش هم هست، آرخمان او یسه ایمان و سیم میفلاوت که مو شاسا لبوتن و بیامیم های این بزه منازه به متیا بین خانان کوهنگادول، و ادامه و بعدم ادامه یارخمانی که بوده میده. یود بیت میفرماید کسی که شروع کرد سعودا بخوره روز هشتم انموکا و ادامه پیدا کرد سعوداش بعد از ستاره و اون شب مسای خنوکای، با وجود این بگه علنیسیم رو در بیکت همازون، ولی اگر تفیلا خونده ارویت وسط سعودا و بعدش براخا میگه بیکت همازون در شب، دیگه علنیسیم رو نمیگه در بیکت همازون، نیست که اصل سعودا نیست که ایقار سعودا تو ساعت، اصل اون سعوداش رو در روز پوریم یا در روز خنوکا خورده، فرقی نمیکنه. اینجا توضیحش این بود که یه نفر شروع کرده سعودا بخوره
در شب هشتم، در روز هشتم معنو کنی به عصر، عصر هشتم و سعود ها ازامه پیدا کرده تا که تا مسای خنوکا. بگیم خب شما علن سیم هم بگو، ستاره در اومده، بگیم علن سیم هم بگو دیگه، سعود ها ازامه پیدا کرده. ولی اگر عربیت خوندی دیگه علن سیم نگوتونه وارخ. شماره یود گیمل میفرماید که ان لازگیر مینم اوراب خنوکا، یعنی ذکر نمی کنن نظور نظیر اون واقعه، اون مناسبت در خنوکا و پولیم در بخواهیم انشالوش فقط به دیعود. اگر اشتباه کرد و ذکر کرد قبل از ختیما بر نمی گرده که دوباره برخواه بگه. یعنی در خنوکا و پولیم وقتی که میخواد منشالوش بخونه چیزی توش نمیگه، چیزی توش نمیگه در مورد خنوکا و پولیم، تعیین نکرد. اومدیم گفت این بعد میگفت، حالا میخواد دوباره برگرده، ولی جایی که تعیین نکردن ما هم نمیگیم. شماره دالت به نسخ علنیسیم، در نسخه علنیسیم علمکا به متیتیا بینو خانان خشمونایی و واناب ناخونی اوتار که بگه خشمونایی، میفهمد خشمونایی درست داره. نون رو به پتخ بگه، والف رو ساکن قرار بده و تلفظ نکنه اون آلف رو با خیریق. پس اینجا نظرشون اینه که خشمونایی بگه و اونا که راست دارن بگن خشمونایی آلف با خیریق، دارن بر چیزی که تکیه کنن، پس خشمونایی بهتره. حالا میخواییم غلط بزنیم برای کسی، ولی خشمونایی بهتره. خشمونایی هم گفت اشکال نداره، داره بر چیزی که تکیه کنه. تتواب میفرماید که شعام دا ملخود یا وناشو علم میخواه اسرائیل، این چنین نسخه درسته. من اگه که شعام دا علیهم، اون کسی که میخواد بگه لازمه بگه ولم میخواه اسرائیل با واو بگه. بله پس علیهم نداره. بعدم میگه ولم میخواه اسرائیل، کسی که میخواد بگه میگه ولم میخواه اسرائیل با واو. تزن میگه ملخود یاوان آرشعا پاشت همین آ که بگه آریشعا، رش به خیریق. میگه که ملخود آریشعا بگه، اینجور رسم شده که بگه رش رو با خیریق بگه. بفرمایید. شماره تتواب اول که میفرماید علیهم نگو. حالا اگه علیهم میخواد بگه باید بگه وعلم میخواه اسرائیل بعدش که درست در بیاد، ولی به طور کلی لغت علیهم لازم به گفتن نیست. شماره یودزین میفرماید لشک خام تراتا قوله اویرام مقوق رسوناخ، و این تو لازمه بگه بلو لشک خام می توراتاخ، اینجوری نگه لشک خام توراتاخ. و یودخت می فهمه لازمه که بگه وقابه او شموند یه خنوکا ایلو به حلل او اوداها. و نوشته ماگه نبرام که مثل اون چیزی که ما میگیم در معدی متکیم قک فلونی از و همینطور مینهاگه. و یودخت هم می فهمه یه لخاصی تاشم گادول به قادوش بولاماخ، اینطور باید بگه. کاف میفرماید که علمه خواه اسرائیل آسیتا تشوا گدولا و پورغان که حیوم از. کاف آلف میفرماید که لازمه بگه و آسیتا ایماهم نیسیم نیفلاوت بلاشون ربیم و هینو نس انیسا خون الملخوت یاوان آریشا، یعنی نس به اصطلاح پیروزی بر حکومت یونان شریر و همچون نس روغن و همینطور در پوریم هم باید بگه نیسیم نیفلاوت، معجزه افتادن آمان، سقوط آمان و اعمال قیاب و نس بزرگی مردخی از صدیق. و در غیرش بوده توضیح میده در میداش استر که عربه نیسیم خیلی معجزات توسط استر انجام شد. پس کاف آلف داره به ما یاد میده که نیسیم نیفلاوت بگه و چرا هم در خنوکا هم در پوریم، به خاطری که در خنوکا دو تا معجزه بوده، یکی مسئله که اون افراد کم، افراد ضعیف بر افراد زیاد و قوی غالب شدن یه معجزه، دوم هم که روغنه که برای یه شب لازم بود، یه روز لازم بود، هشت شبانه روز روشن بود. و نکته دیگه این که در پوریم هم همینطوره، هم هامان سقوط کرد، هم امالق، هم بزرگی مردخای پیش اومد و همینطور معجزات زیادی که توسط استر انجام شد. سیمان ترپگ میخونیم، یعنی فصل 683
امیرت علیل به خنوکا، شاید که همیشه زبانمون به مد و ثنای هشم باز بشه و شکر هشم. گفتن حلل در خنوکا، آلف، در تمام هشت روز خنوکا در تفیلای شخرید گمری متعلل. حلل رو کامل میخونن چه یاخید چه جماعت. یعنی اگر کسی مجبور شد تو خونه تفیلا خوند، حللش کامل بخونه. براخا میگن قبلش اشعر قیدشانو به مصر تا به سیوانو لیگمور تحلل و بعدش هم براخا یللوخا و خاتمه میدن به آمن. مثل هر جایی که دو تا براخا هست که اون کسی که خود براخا گوینده هم آمن میگه. پس در ایام هنوکا هشت روز ما حلل کامل میخونیم، چه فرد چه جماعت. حتی اگر تو خونه هم مجبور شد تفیلا خوند، باید حلل کامل بخونه. براخا اول هشقید شام اصطاسفان و لگیمور تحلل و هم یللوخا، چون دوتا براخا پشت همه اون کسی که میگه خودش آمن بگه بعدش. شماره بت صفحه 387. یاخید شیطخیل لیگمور. آکرامت یادمون رو بگیم، آکرامت هم تو دیگر سروران سالم باشن. بت یاخید شیطخیل، یاخیدی که شروع کرد تموم کنه حلل رو در خنوکا، فراموش کرد براخا بگه لیگمور تحلل قبل علل. یادش اومد وسط میزمور علل، براخا میگه جایی که یادش اومد و خاتمه بده بر سدر به ترتیب علل رو. زیرا اون چیز که براخا میگه لیگمور تحلل پیروشش اینیست که لازمه تموم کنه همش، بلکه لفظ قرائته. و اگه اشتباه کرد و گفت حلل رو به دیلوگ، یعنی با جا انداختن همونطور که روش خودشان میخونن، یادش اومد بعد از اینکه خاتمه داد تمام علل برگرده تموم کنه حلل رو تمامش بدون براخا. پس اگر کسی یادش رفت که براخای اول حلل رو بگه و شروع کرد یه مقدارش خوند، میگیم حالا بگو وسط کار بگو، هر جا یادش اومد وسط کار میگه، بعدم ادامه میده میره جلو. و منظور از لیگموره تره نه که همش، منظور خوندنه. و اگه اشتباه کرد و حلل به دیلوگ خوند، آقا روز اول هنوکا، روز دوم یا هر روز دیگه، به جایی که کامل بخونه مثل روش خودش خوند، حالا چیکار کنه؟ میگیم بیا بار از اول تا آخرش بخون بدون براخا. گیمل حلل نخونده. شماره یه گیمل میفرماید کل یاخید میخیده عقال. هر فردی از افراد جماعت اجازه داره که براخا بگه بر حلل براخای لیگمور اتحلل و خاتمه به دلل رو با شالی اخسی بور. و لازم نیست که انجام وظیفه بده براخا رو از شالی اخسی بور، هر کی میتونه برای خودش براخا اول آخر کامل بخونه بگه. و اگه خاتمه داد براخا لیگمور اتحلل و قبل از اینکه شروع کنه که بگه علل چنین شالی اخسی بور خاتمه دادم چنین ما هم براخا آمن نگه، چون که افسق میشه بین براخایی که خودش گفته با قرائت علل. پس بنابراین هر کسی برای خودش براخا میگه و علل میخونه میری جلو، بعدم براخا آخر میگه. لازم نیست که از انجام وظیفه از شالی اصلی بور بخواد در بیاد. حالا اگر که شما گفتی دیگه مورد تعلل آمن شنیدی از شالی اصلی بور یا از کسی دیگه، آمن نگو. چرا؟ به خاطر اینکه بین لیگ مورد تعلل و شروع حلل نباید فاصله بیفته، بین هر موردهای دیگه هم همینطوره. شماره دالت میفرماید حق قره تعلل به یوم توف. کسی که حلل میخونه در یوم توف، در روزایی که کامل میکنن درش حلل، بعد شک بیش اومد آیا حلل به دیلوک خونده مثل روز خودش، چون که گفته قسمتی از اون میشه صفیقات ربانان شک ربانان و برنگرده بخونه از صافق. و اگر جا انداخته در به طور حتم در یوم توف، برگرده که دیگه مرحلل بکنه بدون براخا. دالت چی میفرماید؟ یه نفر داره حلل میخونه در یوم تو، روزایی که حلل کامل میخونن مثل سوکا، مثلا موعد سوکا، یوم تو به اول موعد سوکا حلل کامل میخونن و بعد شک پیش اومد یا من نمیدونم مثل روش خودش خوندم یا نه نمیدونم، چون که
قسمتی از اون رو گفته، شک از زبان نمیگیم دوباره بخون. توجه میکنید؟ نمیدونه آقا حتما تموم شده رفته تا آخرش، همه چی خونده تموم شده، نمیدونم روش خودش خوندم، رضا خوندم، نخوندم، میگیم نمیخواد بخونی بار جلو، تو انجام وظیفه دادی. و اگر جا انداخته حتما چی؟ آمله تو انوکا یا تو یومتوف روزایی که بعد علل گامور بخونم من ناقص خوندم، حتما رضا نخوندم، میگیم برگرد با بدون برخا بخون، چون مطمئنی برگرد بدون برخا بخون. شماره یه ه میفرماید آسوره که قطع کنه با صحبت وسط حلل. میکل مقام کسی که میشنوه براخا رو از دوستش و اون وسط میزموره حلله، بایستی که آمن بگه. صد البته که قدیش و قدوش و بارخو وسط حلل بگه نیز موقعی که حلل رو کامل میخونن، ولی آمن تیت قبال نگه. در حالی که اینجوری نیست در حلل روش خودش که امکان داره آمن تیت قبال هم بگه، چون که ما براخا روش نمیگیم. خب یه بار دیگه اینجا توضیح میدیم، میفرماید که وسط حلل آسوره که حرف بزنه. خب حالا اگر براخا شنید چی؟ حلل گامور، یکی براخای سیسید گو، براخای اسیس بگو، آمن بگو، قدیش جواب بده، نقدشاخ قادش و باروخ و ایملخ جواب بده، بارخو جواب بده، میگیم خب تیت خبال آمنش نگو، در حالی که در حلل روش خودش میتونه جواب آمن تیت قبال بده. پس حلل گامور آمن تیت قبال به بعد نگه، حلل معمولی که به دیلوگه آمن تیت قبال هم جواب بده. چرا؟ چون ما براخا روی حلل روش خودش نمیگیم. من کسایی هستن که بگن بله، بله هستن کسایی که مثلا میگن لیقرو تحلل، ولی رسم ما نیست. شماره واب میفرماید اگه خاتمه داد حلل رو تا آخرش، تا آخر پاسخ، تا پاسخ آخر، تا کیلو اولام خستو. من شنید مواردی که مطالب قدوشای قدیش قدوشا عطا من برا خود متاره که جواب بده همه رو، نیست که اون قبل از براخای حلل خواست. این خب مگه شما نگفتی وقتی براخای اول حلل گفتی آمن نگو تا حلل شروع کنی بر جلو، اینجا پس آخرش هم بگیم آمن نگو تو هللویا بخون، یعنی بکت هللوخا بخونی، میگه نه. اینجا با وجودی که کل هلل برخا شده فقط برخا آخرش مونده، تو آمنا رو بگو، جدایی که گفتیم میتونی بگی. زین کل ایام تمام روز تمامش کاشره که ما هلل رو بخونیم از نسخما تا غروب. پاسخ میفهمم میمیزرخ شمش ادمه و از طلوع آفتاب تا غروب مهولال شمشه ممدوع نامشه، مگیلای کاف توضیح میده. به دیابت اگه خوند حلل رو بعد از عمود شخر قبل از نسخماق انجام وظیفه داده. پس بنابراین میتونه تمام روز اگه نخوند، مسلمه که جای خودش تو تفیلا به موقع خودش بخونه، حالا اگر نخوند تا از طلوع تا غروب آفتاب وقت داره. به دیابت اگر حلل خوند بعد از سپیده قبل از نسخما بازم انجام وظیفه به دیابت داده. همچنین شماره خط می فرماید که همچنین آویل خیابه که لگمول تحلل به براخا به خلیه مخنوکا، یعنی ایام حفوظ اولوت افتاده توی هنوکا. خب آقای آویل حلل کامل بخونه؟ بله. نیست که تفیلا میخونن تو خونه خدا بیامرز، صد البته که جماعتی که تفیلا میخونن اونجا حلل بگن، پس هم جماعت هم فرد آول حلل کامل با براخا میخونن، فقط در روز خودش که حللش ناقصه، یعنی حللش مینهاگه. ربیم نوعگیم خیلی ها رست دارن که آول نمیخونه حلل رو چون اونجا مینهاگه، خاطر که نمیتونه بگه زعی و مساعد اونا اینا گیلام اسم خوابو در روز خداوند شادی در اون برای ما انجام داد، زیرا آول آسوره به شادی. بنابراین رسم ها که در روش خودش خارج میشه به اتاق دیگری و اونجا حلل رو میخونه و بعد بر میگردن به اتاقی که در اون متوفا اونجا فوت کرده.
و موقعی که امکان نداره که برن اتاق دیگه ای، اول میگیم برو اتاق دیگه ای و اونا علل میگن. و تمام این موقعی که اون متوفا تو خونه فوت کرده ولی اگر تو بیمارستان بوده، علل هم به روش خودش میگن در اتاقی که تفیلا میخونن، فقط اول نگه. ولی در خنوکا همه علل رو کامل میخونن به طور عادی. رابطا اینجا شماره خط میفرماید که فردی که ایام هولوتش افتاده در ایام هنوکا کل هلل رو میخونه کامل و با براخا. جماعتی هم که اومدن خونه اول هلل گامور میخونن. خب روش خودش اینطور نیست. چرا؟ روش خودش خوندن هلل مینهاگه و هلل کامل هم نیست و اول هم که آسوره به سیمخا، نمیتونه بیاد دیگه زعی و مساعد و ناگیلام نیست میخوابه. پس چه کار میکنیم تو روش خودش؟ روش خودش میگیم برن توی اتاقی دیگه جماعت. حالا جماعت سختشونه، نمیشه آقای آول بره یه اتاقی دیگه، بره تو حیاتو بیاد، اینا هم عللشون بخونن روش خودش. این در صورتیه که اون خدا بیامرز تو خونه فوت کرده، ولی اگر تو بیمارستان فوت کرده اصلا جا به جام نمیخوان بشن. فقط اون آقای آول علل نمیگه، بیرون هم نمیخواد بره. فرق میکنه، فقط آول علل نگه، ولی در خنوکا کامل هلل میخونه. ماره تت میفرماید زنها معافن از گفتن هلل در ایام انوکا، با وجوده که خیابن به شم انوکا به خاطر اینکه نیز اونا بودن در اون معجزه، از هلل پاتور همطور که معافن از هلل در معدی مشم، و اگر خواستن هلل رو گامور بخونن اجازه دارن، اجازه دارن هلل گامور بخونن، ولی براخان اگر صافق براخو لیاقه. همچنین زنها از اشکنازی ها کلاس دارن، براخا بگن بر هر میسوای هستش از منگرا ما میکن مقوم. اینجا براخا نگن هلل رو در خنوکا، چون که این میسواییه که در اون عمل نیست. شماره تت توضیح میدیم، میفرماید که زنها از گفتن هلل به طور کامل هنوکا یا معدی معافن، با وجوده که خیاب شمع هنوکا هستن چون که اونا هم تو معجزه بودن، ولی از خوندن هلل معافن. حالا اگه دلشون میخواد بخونن براخا نمیگن، شکه براخا ما سبک میگیریم براخا نگن. حالا زنهای اشکنازی هم که میان براخا میگن بر میسبوت هستش از من گرام ما مکل مقام، مزالک رو هلل خنوکا چون که در اون عمل نیست براخا نگن. شماره یود میفرماید در تمام ایام هشت روز خنوکا میگن در شهرید به تیغوب لخولنخا به اورشه میزمور اون روز به طور عادی، و نمیگن بلکه ایام کاخ به شباد و نبیشتر. شایو عربی امنی ملدو خان تو هشت روز خنوکا نمیگه، و بعد میزمور شیر خنوکا تبعی دست دارن که بگن که نگن میزمور یوم رو، فقط میزمور شیر خنوکا تبعی و دارن بر چیزی که اتکا کنن. ولی ما میگیم، ما میزمور روز میگیم، میزمور شیر خنوکا تبعیت هم میگیم. یودالف اون میزمور ارامی بخشم که دیلیتانی که میگن در تفیلات شخرید قبل از نشه ملخ هشم مالاخ، همچنین در ایام هنوکا شروع میکنن در پاسخ ارامی بخشم که دیلیتانی مثل همیشه تمام ایام سا، و تغییر نده به خنوکا که شروع کنه میزمور شیر خنوکا تبعیت اضافه چیز اضافه نکنم تو که بعضی از سیدونا نوشتن، بلکه شروع کنه مثل تمام سال از پاسخ ارامی میخواه. پس ارامی میخواه قبل از هشم ملخ هشم مالاخ چیزی اضافه نکنه، چون که در آینده میگه اون رو در به طور کامل در آخر تفیلا دیگه دوبار نمیخواد بگه، فقط در آخر تفیلا بعد میزمور روز شروع میکنن بگن اون میزمور رو به پاسخ میزمور شیر خنوکا تبعیل لداوید، و در روش خودش توت میگن اون رو بعد تفیلای مصاف بعد از میزمور بارخ نفشی، چون که اون روش خود به خاطر روش خودشه، بارخ نفشی به خاطر روش خودشه که گفته شده در اون آسا یاره اخل معدیم، درست کرد مهتاب رو برای معدیم. یعنی ما با مهتاب که میگیم روش خودش کهیه، میفهمیم معد کهیه، زیرا روش خودش هم حساب میشه همیشه لگبه خنوکا. لخن مقدیمین بارخی نبشی اخرکا میزو شیر خنوکا باید، یعنی روش خودش در مقابل خنوکا همیشگیه، همیشه روش خودش داریم ولی خنوکا همیشه نداریم. بنابراین بارخی نفشی اول میگه، بعد میزبور شیر خنوکا تبعید، بارو خشم لعلام، آمین و آمین.